خب سلام جادیم و امیدوارم روزتون به خیر باشه داشتم روی چیزی کار میکردم فکر کردم چیز خوبیه که از سریهای حالا بعضی موقع من بهش میگم استپاپ تو انگلیسی یا سریهای قدم بعدی یا هر اسمی که داره بهتون نشونش بدم ایدم اینه که تو این سری ها چیزهایی که ما معمولا تو زندگی روزمره برنامه نویسیمون نمیبینیم رو ببینیم که بتونیم بریم قدم بعدی یه وقتی از شما تو یه دونه اپتیموم میمونید در واقع توی یک ارتفاعی که به نظر وقتی اطراف رو نگاه میکنیم بالاست ولی اگه دور رو نگاه کنیم یه اتفاق باحالی هم اونور در جریانه این مشکل جدی تو خیلی چیزاست تجربی یه چیزایی رو یاد میگیریم ولی یه چیزایی رو نمیبینیم و همیشه برامون یه کمی عجیبن یکی از اون چیزها پروتکل سوپ و فایلاش WSDL یا حالا دقیق در مورد این اصطلاح های پروتکل و فایل و اینا گفتم حرف میزنیم اما یه شیوه ارتباط با API ای آی ها هستند API رو میدونید دیگه Application Programming Interface ما یه برنامه یه جایی داریم که داره ران میشه یه برنامه دیگه میتونه به یکی از فانکشن هاش درخواست بده که من اگه این ورودی ها رو بدم جواب چی میشه اونم حساب کنه خروجی رو براش بفرسته ما این کار رو تو دنیای چجوری ما این کارو تو دنیای مرسوم وبی 2023 مون با رست انجام میدیم معمولا رست یه پروتکل نسبتا جدیدتری حوالی سال 2000 معرفی شد 2000 خورده ای خیلی دیگه دنیا رو گرفت مبتنی بر HTTP این روزها خیلی وقتا با جیسون کار میکنه با XML هم میتونه کار کنه و خیلی سرراست یک ریکوست رو میزنه جوابش رو میگیره مثلا اگه شما یه سه قسمتی من دارم در مورد API ها که به نظرم سری خوبیه سری نمیشه گفت مینی سری خوبیه API رو توضیح میده که چی ان چند تاشو کال میکنیم باهاشون کار میکنیم اگه ببینین اونجا با رست داریم کار میکنیم چون که مدرن کار دور همی جمع و جور خوبیه و خیلی از اینا با رستن و هی باید برین داکیومنت رست رو بخونین که من چه جوری میتونم این رو کال کنم API پی میدونین خیلی خیلی زیاد استفاده میشن دیگه مثلا تقریبا خیلی از برنامه مثلا موبایلی که ما می نویسیم با API کار میکنه اکثرشون الان سرور داشته باشن مثلا اینستاگرام بهش شما لاگین که میکنین در رو باز میکنین یه ای پی آی کال میکنه از اینستاگرام میگه من جادی هم اگه میشه همه اکس ها رو نشون بده به من اون براتون فهرست اکس ها رو میفرسته شما یکیشو زیرو چی میگن دبل کلیک میکنین لایک قشنگ رو میکوبین یه لایک اضافه میشه یه ای پی آی اضافه شدن لایک رو کال میکنه که فلان یوزر این عکس رو لایک کرد اون ذخیره میکنه و جواب میده مرسی قلبتون قرمز میشه یکی دیگه اگه وصل بشه و اون عکس خاص رو ببینه برنامهش عکس رو نشون میده بعد زیرش بعد بگه چند تا لایک داره ای پی آی رو کال میکنه ای پی آی میره ببینه اون عکس چند تا لایک داره بهش جواب میده اون نوشته این زیر نوشته میشه همه این کار دارن با ای پی آی اتفاق میفتن تو دنیای وب تو دنیای دوره همیه ما تو دنیای سری و چابک این روزها اکثرا میبینین که API ای ها با رست پیاده سازی شدن و به شما یه داکیومنت میدن که باید چجوری این رو کال کنین شما میشینین کالش میکنین با هر روشی که بلدین یعنی دوستاشونون سه قسمتی رو تکرار میکنم که ببینین اون فایل های خودش داره مثلا استاندارد مانند هایی داره مثل سوگر رو اینا که API ای رو چجوری داکیومنت کنین اما ما پروتکل های دی هم داریم که تو دنیاهای حرفه ای تر قدیمی تر گنده تر انترپرایز تر ممکنه اینشون یکیشون شیوه صدا زدن صوپه سوپ با مزه سوپ یعنی صابون اکثرا دوستش ندارن رست یعنی استراحت کردن همه دوستش دارن هرچند که من صابون و حموم و دوش و اینا رو خیلی دوست دارم حتی تنها باشم مثلا سر میره ولی به هر با مزه است سوپ میشه سیمپل آبجکت اکسس پروتکل حالا این میشده الان اصرار دارن که نما خودمون مستقلیم بعد از 1998 تقریبا بوده هی تغییر کرده فرم هاش و بعدها حوالی 2000 رو فکر کنم هفت آی بی ام و مایکروسافت با هم یه چیزی دادن به اسم WSDL که یه فرمتیه برای تعریف کردن سرویس ها روی وب وب سرویس دیفاینینگ لنگویج یا یه چیزی دفینیشن لنگویج یه چیزی زبون مخصوص تعریف کردن سرویس های روی وب که سوپ از این زبون استفاده میکنه برای کار کردن با XML کار میکنه برخلاف رست که معمولا حالا این روزها با جیسون کار میکنه که خیلی خاناست XML شبیه HTML دیگه تگ باز میشه یه چیزایی رو توش نوشته یه چیزایی دیگه رو توی تگ های دیگه نوشتن تگ بسته میشه و همه چیز رو میتونه توضیح بده XML در. جهان هر سوالی داشتین از XML بپرسین اینجا ببینیم فرمتاش اینجوریه وقتی فایل WSDL رو میبینین این شکلی هن و خیلی زشتن خیلی human readable نیستن ماشین readable طراحی شدن در نتیجه آدم ها خیلی وقتا تو پروژه بخصوص خصوص مایی که با رست بزرگ شدیم تو خونه یهو یه هم یه توی کار انترپرایز طرف به ما میگه خب ما یه دونه صبح داریم میتونی کالش کنی پنیک میکنیم برای اینکه این ویدیو برای اینه که این ویدیو وجود داره برای اینکه شما پنیک نکنید. فایل های WSDL Web Service Definition Language یا حالا هر اسمی که داره همچین چیزیه کاری که میکنن اینه که یه XML در واقع که با این فرمت مثلا WSDL ورژن دو این یکی که این دوه میاد تعریف میکنه که من یه دیسکریپشن دارم در واقع یه انولوب درست میکنه که توش میگه که من این سرویس رو دارم این دیتا تایپ رو دارم این سرویس از این دیتا تایپ استفاده میکنه دو تا از این مدل ورودی میخواد یه دونه ورودی اینجوری خروجی میگیره آدرس یو آر هم اینه و اینه و اینه یه چیز شلوغ گنده ای که خوبیش اینه که کامل وب سرویس رو توضیح میده اگر شما میخواستین یه رست کال کنین ای پی آی رسترو، باید میرفتین حتما از صاحبش داکیومنتش رو میگرفتین. حالا ممکن بود داکیومنتش یه خورده ماشین بل باشه مثل سوگر باشه از تو داکسترینگا بیاره و اینجور چیزا اما در نهایت بدون داکیومنتش نمیتونید کار چندانی بکنید WSDL و SOAP این مشکل رو حل کردن از طریق اینکه WSDL در واقع دفنیشن کل API ای اگر رفتین توی بانک کار کردین و به شما گفتن لازمه به API امنیتی انتقال پول ما دسترسی پیدا کنین شما اولین سوالتون که باشه ترس نداره که دسترسی پیدا میکنم صبح من بلدم شما WSDL تو بده به من یه فایل WSDL به شما میدن که خیلی هم چیز یوغوریه وقتی میبینینش من اینجا یه دونه پیدا کردم سرچ کردم تو اینترنت Free آنلاین Soap Service یه یاروی یه چیزی به اسم کلکولیتور درست کرده بود که حالا من مینویسم براتون آدرس دقیقش رو به آدرس اون پایین می دی این, ای دی این ای آنلاین دات کام کلکولیتور این فایل توضیح میده که من یه ای پی آی آنلاینم با سوب کار میکنم اد دارم دیواید دارم مالتیپلای دارم و سابستراکت یه سری عدد بهش میفرستین جمع و تفریق میکنه برای اینکه ببینیم چه جوری کار میکنه نکته با مزهش اینه که خودش اول اول گفته که برای اینکه ببینیم ما چه جوری کار میکنیم به فایل سرویس دیسکریپشنمون برین شما که میرین توی فایل سرویس دیسکریپشنشون چی شد؟ من بازش کردم ولی چون که open in new tab چون که XML خودش رو نشون نمیده دیگه view page source که بزنین در واقع توش میاد که چیه حالا اونجا هم انتظار میرفت نشون بده نمیم چرا اصرار کرد که نشون نده ببینید اه... یه فایل XML این کدینگش رو تعریف میکنه دفنیشنش رو تعریف میکنه آدرسی که کار میکنه رو تعریف میکنه تایپش رو تعریف میکنه بعد میاد یکی یکی میگه مثلا من یه نی میدارم که اده یکی از الیمنت همه که شما میتونید صداش بزنین توش یه سیکوئنسی هستش که اینت آ و اینت ب رو باید صدا بزنید اسمشون البته اینت آ و اینت ب تایپشون اینتجرن استرینگ هایی که اینتجر میفرستن مینیمم دفعاتی که باید آ وجود داشته باشه یکه ماکسیممش هم یکه شما ممکنه یه سرویس تعریف کنید که بتونه 5 تا از یه چیز بگیره یا اصلا نگیره ولی الان دقیقاً باید یه آ بگیره یا ب بگیره و اد هم یه المنتیه که اون المنت اد فقط المنت تعریف میکنه در واقع تعریف میکنه من یه چیزی به اسم اد دارم که این شکلیه یه چیزی به اسم اد ریسپانس دارم که اینجوریه که اد ریزالت توشه و یه اینتجره جلوتر میاد elementاش رو که تعریف کرد شروع میکنه چیزایی مثل مسیج ها رو تعریف میکنه مثلا میگه من یه چیز دارم به اسم اد سوپ این که در واقع اون عده رو قبول میکنه خوندن سخته برای من و شما و جلوتر حتی اپریشن هاش رو هم تعریف میکنه مثلا میکنه من یه اپریشنی دارم به اسم اد که توضیحش اینه و کاری که میکنه یه دونه اد سوپ اینو میگیره که خودشون دوتای بالا بودن خروجی هم که به من میده آتپوت هم اد سوپ آوته که اینه که در واقع اد ریسپانس هست که یادتونه یه اینتجر بالا بود خوندن این خیلی سخته ولی دقیقا دونه دونه همه چیز رو تعریف کرده ما معمولا با این کار نمی کنیم ما این رو به دست که آوردیم راحت شدیم چون که برنامه هستند هستن که این رو کاملا راحت میفهمن پس من شما از WSDL رو صبح نمی ترسیم همینی که طرف گفت WSDL یا صبح حتی خوشحالم میشیم چون که خیلی از کارهای داکیومنتیمون راحت شده اگه این فایل WSDL رو برای ما بفرستن این فایل رو که داشته باشین میتونیم با یه سری برنامه مستقیما بخونیم یکی از مشهورتریناش SOAP UI یه برنامه دسکتاپ برای کار کردن با ریکوست های soap. این روزها با ریکوست های رست هم کار میکنه کما اینکه پستمن که عکس اول ازش نشون داده بودم کار میکرد روی رست بعدا SOAP هم اضافه کرد هر کدوم برم یکی هم ساپورت میکنم SOAP UI بسیار بسیار مرسومه چون که از قدیم بوده خیلی صنعتی و انترپرایز و آی بی توریه به درد SOAP میخوره و خیلی هم سرراسته شما میرین نصبش میکنین دانلودش در واقع آه... پیداش میکنین نالودش میکنین نسخه پولی داره نسخه مجانی داره مجانیش به اندازه کافی بسه و بعدا میتونین رانش کنین برنامه خیلی خوشگل و خوش دستی نیست دلیلش هم اینه که خب یه برنامه جاوایی لندهوره و برنامه جاوایی هیچ وقت نه قیافهشون خیلی طبیعیه نه خودشون خیلی طبیعیه ولی ببینین چی کار میکنه به شما وقتی میاد اجازه میده که یه دونه ریکوست سوپ یا یه ریکوست رست اضافه کنیم بهش من میگم من یه ریکوست سوپ میخوام بهت اضافه کنم میگه آدرسش چیه میگم من اینجا یه دونه اتفاقا داشتم این یو رو اشکالی وجود داره تو کیبورد او. لینوکس هم بودم کیبوردم تو مدل لینوکسه برای اینه که داره عجیب کار میکنه میبینم کاری که میخوام نمیشه اونو کپی کردم حواستون هست چی رو کپی کردیم دیگه دقیقا فایل WSDL رو کپی کردیم من بهش میگم یه پروژه دارم اسمش هست نیو پروژیکت فایل WSDLش از اینجا میاد فایل WSDL از اینجا بخون اگر بهتون یه فایل داده بودن براوز میکردین انتخابش میکردین و براش سمپل ریکوست درست کن خودش میره اون رو میخونه این یه خوره قاطی شد چون ویو سورس شد بذاریم ببینم اینجا چی کار کردم این بودیم ها آره الان تو ویو سورسه این رو میخوایم آدرس در واقع این رو میخوایم که حالا هنر میزنه این شکلی نشونش میده ما ویو سورس کردیم اون شکلی اصلش رو نشون داد من میگم من الان یک دونه صبح میخوام اضافه کنم اسمش نیو پروژیکته اینم آدرسشه dneonline.com calculator wsl این میرسه به فایل wsl و بهش میگم create کن اینجور ممکن بودم به شما فایل رو ایمیل کرده باشن شما براوز میکردین فایلتون انتخاب میکردیم این میره اون WSDL رو میخونه چون xml همش رو ماشینی کامل و راحت میفهمه و در میاره اینجا میگه نیو پروژیکت تو که درست کردی اون wsl که بهش دادی دو مجموعه در واقع متد به تو میده الا اون تو هم اگه دقیق نگاه می‌کردین یه بار که نشون میدادم دوباره پایینش تکرار شده بود یکیش ورژن 1 یک و 2 بود با سه صبح یکی ورژن 1 یک و 1 صبح بود و هر کدومش توش اد داره دیواید داره مالتیپلای داره و ساب سابتراکت داره اد رو اگه بخوای کال کنی من خودم برات یه ریکوست سامپل هم حتی درست کردم اونجا تیک بود. اگر right که تیک زد اگه نه میتونین رایت کلیک کنیم بگین که نیو ریکوست درست کن از رو این میتونم بگم من میخوام یه اد بفرستم میگه اد که میخوای بفرستی خیلی هم کار خوبیه ولی یه سری دیتا باید به من بدی شامل اینی که دو تا آیتم من میخوام ببین الان سوال گذاشته اینجا اینت آ و اینت ب رو باید به من بدی من میگم اینت آ چهار اینت ب سه میتونم از اینجا بیام اوتنتیکیشن هم حتی انتخاب کنم اگه اون سروره نیاز به لاگین داره من میتونم بگم یوزر پسورد میخوام NTLM میخوام کربروس میخوام یا حالا هر روش لاگین دیگه ای. من الان نمیخوام دارم چون من بهش لاگین اضافه نمیکنم هدرای هدرایی که میفرسته و همه رو اینجا نشون میده و من میتونم این ریکوست رو بفرستم ریکوست من الان بر اساس اون WSDLی که درست کرده بودیم داده بودیم به این لود شد اینها رو کشف کرد و من گفتم روی این متد میخوام یه ریکوست درست کنم گفت اوکی XML مناسبش میشه این بر اساس اون WSDL این رو فرستاد تو WSDL آدرس بعد کجا بره همه چی بود جوابش هم برگشت جوابش هم به من داره نشون میده که جوابش دوباره میگه من یه انولوپی دارم که یه بادی داره که یه اد پانسی توشه که عدد هفت توشه که جمع چهار و سس خوبیه soap ui که خیلی دوستش دارن همینی که wsdl رو میگیرن میبرن تو soap ui حالا یا پستمن هر کدوم از اینا که بعد کافی براتون کار کنه اینه که شما حتی میتونید ازش تست هم درست کنیم مثلا من میگم من میخوام این ریکوست رو به تستام اضافه کنم بعد میگم این ای پی آی رو باز کن همه تستا رو انجام بده میفهمه که سرورتون درسته یا نه اینجا فقط من دارم آشنا میشم با هم, با سرورم با ای پی که براش برنامه بنویسم همچنین میتونه مستقیما به شما تو رایت کلیک جنریت کد هم بکنه مثلا کد دات نتی بهتون بده یا آپاچی 6 افی ای بده یا جی باسی بده یا هر چیزی که حالا برای شما آشناست یعنی میتونه مستقیما ریکوست هایی بده که این کارو میکنه یا سوپ ماک درست کنه و یک کلمه کار دیگه اما الان چیزی که من میخوام شما راحت باشین اینه که اگر به شما یک API پی دادن نگران نشین فایل WSDLش رو میگیریم میاریم توی سوپ یو تو سوپ یو استفادهش میکنیم و به خوبی و خوشی میتونیم ریکوستامون رو بزنیم اگه میخواستیم برنامه بنویسیم کاری نداشت مثلا حالا همیشه روش مرسوم اینه که شما یک سرچی میکنین و میبینین که چه لایبری های خوبی داره همونی که سرچ کنین پایتون سوپ مثلا براتون یه سری میاد از جمله زیپ که خب مشهورترین و مرسومترینشه اینجا من میگم که پایتون zip pip install zip اینو نصب میکنه اینا بعد خودتون بلد باشین هرچند که کار خیلی سر هم میسه یعنی مثلا ممکنه شما بزنید pip install zip بگه pip ندارین بعد میفهمیم بعد پکیجی به اسم پایتون پیپ پیپو مثلا نصب کنیم یا حالا از آناکوندا برین که اینا رو داره بعد میزنیم پیپ اینستال زیپ میرین تو پایتونتون اون وجود نداره شما ممکنه پیپ خود ورژن پیپ نها پی پی که شده برای پایتون ورژن 3.9 رو شما دارین استفاده میکنین اینجا ولی وقتی میزنین پایتون تو 3.11 این و مشکلات دیگه ولی بعد بتونین اینا رو خودتون حل کنین یه خوره بزرگش کنم که راحت تر ببینین پسورد یه بالاست پسورد تستیه خب من میزنم که from zip import کن client رو الان یک کلاینت ایمپورت کردم این داکیومنت رو اینجا داشتم بعد میگه این کلاینت مساویه با کلاینت فایل WSDL یا رستتون رو بهش میدین. اینجا حالا رست داده ما WSDL میخوایم فکر کنم مال WSDL ما این کار میکنه پایتون سوپ کلاینت داره سوپه. و اینجوری کلاینتتون رو لود میکنیم پس من میزنم کلاینت من مساوی اون کلاینتی که درست کرده بودم چه آدرسی این آدرس فایل رو بهش میدم دیگه WSD هم لود شد الان اگه بزنم کلاینت رفته اون WSD رو خونده فهمیده توش چیه و میتونه باش کار کنه درنش اگه بزنم کلاینت سرویس چون تو آی پایتون هم تب که میزنم کامل میشه یه نقطه بزنم ببینیم براتون میاره که میتونم یه ضرب اد کنم اگه بزنم فقط میگه حالا این یه اپریشنه توی لینوکس شما هم توی پایتون شما همیشه میتونین دایرکتوری بگیرین رو چیزها و ببینید من چیا رو روی این میتونم کال کنم میگه مثلا داک رو میتونین کال کنین توضیح میده که این چیکار میکنه پس من میگم این underscore underscore doc میگه این در واقع اد میکنه اینت آ رو و اینت ب رو به شما ریزالت برمیگردونه پس من میتونم استفادهش کنم بگم که اد کالش کن با 5 و 8 سیزده رو برگردوند در واقع داره کار میکنه باحالیش همینه که این زیپ میبینین رفت دبلیو اس رو خوند فانکشناشو یه ضرب به من داد من تو سه تا خط دارم میرسم به فانکشن های سوپم پس اگه شما فایل دبلیو اس رو داشته باشین تو سوپ UI یا پستمن یا هرچی دوست دارین میفهمین چه جوری کار میکنه تستش میکنین وقتی کار میکرد تو برنامه نویسیتون فقط میگین از روی این دبلیو اس شروع کن فانکشن ها رو استفاده کن دبلیو <laughs> اس دقیق توضیح میده که این فانکشن چه جوری کار میکنه درنچه کامپیوتر هم دیگه این رو میدونه میتونین کار جالب هم بکنین مثلا فور سرویس این کلاینت سرویس پرینت کن سرویس رو مثلا این یه تاپل برمیگردونه اسم سرویس و مشخصاتش در چون من میتونم بگم که فور نیم و سرویس این کار بکن نیم رو برگردون سرویس داش داش داکش رو برگردون توضیحات دقیقی بده میگه که من چهار تا سرویس دارم تو این از جمله اد، سابترک، مالتیپلای و دیواید که هر کدوم این کارها رو میکنن چیزی که من میخواستم بهتون نشون بدم این بود که نگران صبح نباشید بذارین سکرین براشم رو بیارم نمیم رو رفت اسکرین براش مرد برگشت اینجا ندارمش اومد اگر به شما گفتن قراره SOAP رو کال کنین شما میدونین که یه پروتکل قدیمی تری اون حرفای عجیب غریب جارگونی که میزدیم الان وجود داره کاملا میفهمیمش دیگه صبح رو میخوام کال کنم که در واقع فایل های XML یعنی که WSDL رو تشکیل دادن WSDL هم میتونم بدم به چیزهایی مثل صبح UI و اونجا باهاشون ور برم با API هم حتی براشون تست درست کنم که هر چند وقت بتونم میگم باز کن تست کن ببینم همه API هم درست کار میکنن یا نه یا اینکه بیام تو چیزایی مثل پایتون با زیپ براشون یک ضرب سرویس رو کال کنم توی دو سه خط اولش به نظرش پیچیده است چون دبلیو درست شده که بیشتر کامپیوتر فهم باشه تا آدم فهم خوبیش اینه که وقتی با کامپیوتر دارین کار میکنین خیلی 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 سریع و راحت دبلیو اس که بهش میدین کامل میفهمه بعد چیکار کنه خودش شما دیگه فقط کالش رو جدی بودم خندون باشین چیزا رو متنوع بگیرین یه چیزی هست که ما روزمره ممکنه ندیده باشیم ولی به دردمون بخوره اینجاها انتظار دارم که اونها رو در موردش حرف بزنیم خندون باشین سرچ کنید تو اینترنت برای خودتون یه سری یه سرویس های سوپ فری پیدا کنید که میشه کالش کرد و باشون ور